انتقاد شدید شاهین نجفی از حامد بهداد. بازیگر سلبریتی هنرپند که موقع رای گیری هم اتفاقا رنگی بود، اتفاقا متصل به بخشی از نظم مسلطه و به شکل خنده‌داری خودش کپیه، در هنر اسقاطیه، یک بار بعد از غل و غم شدن معترضین جوجه تخم از تخم سر در میاره. ما همگی مردم ایران. تو کدوم مردم ایران؟ بازم دوباره همین جمله. تو کی به تو کجا بودی؟ ما همگی مردم ایران کیه؟ در جستجوی آرامش در زندگیشون. تو کوکره باید بزنی آرامش به دست بیاری، بشینی برای خود ریلکس بکنی، علفه رو بزنی، لم بدی، تریپ هنر بندی. تو خودت چرا قاطی ملت ایران میکنی؟ آرامش؟ ملت ایران دنبال نونه. تو آرامش نیاز داری چون نونه رو به دست آوردی. هرگز طرفدار اختشاش و به دنبال هیچ آشوبی نبودیم. خب این کی باید جوابشو بده؟ بعد از اعتراضات مردم ایران که باعث قطع یک هفته اینترنت در ایران شد، جمهوری اسلامی با قطع کردن اینترنت دست به جنایات شدیدی زد که بنابراین گزارش نزدیک به 200 نفر تا 300 نفر جان خود را در سراسر ایران از دست دادند. و اما دلیل انتقاد شاهین نجفی چه بوده است؟ حامد بهداد اخیراً پستی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده است که در آن خود را به عنوان ما مردم یاد کرده است، ولی درون متن او حرفی از کشته شدگان این حوادث نزده است. حامد بهداد در این متن نوشته است: ما همگی مردم ایران به جستجوی آرامش در زندگی هستیم و هرگز طرفدار اختشاش و به دنبال هیچ آشوبی نبوده ایم. ما مردم 40 سال شد که از جنگ، خون، قطعنامه، تحریم، تورم، اختلاس و گرسنگی آسیب دیده ایم و همچنان خواهان حقوق مدنی خیش از روش‌های قانونی هستیم. اما گویی هر بار صدای اعتراض مسالمت آمیز ما مردم مبتلا میان قوقای اخلالگران قابل تمیز نبوده و گم شده است. ما آینده‌مان قبارالود است، چراغی نمی‌بینیم و سخت ناامید شده‌ایم. لطفاً مسیر و فضای امن تجمعات قانونمندانه را که همیشه بسته اید پیش پایمان بکشایید تا بتوانیم حساب مردم را از غیر مردم جدا کنید. بعد چنین انسان متصلی میاد صحبت از حقوق مدنی می‌کنه و روش‌های قانونی با یک رژیم فاسد استبدادی بیمار رسمن. ما با یه رژیم مثلا دیکتاتور دیگه طرف نیستیم فقط که بگیم آقا بله این شخص ما با یه مش روانی طرفیم. اینا مشکل روحی دارن. در ترمهای روانکاوانه ما با افراد مرگدوست، با یک نظم مرگدوست طرف هستیم که اینا شروعشون با مرگ بود، ادامه با مرگ بود و آینده را میخوان به مرگ برسونن. صحبت از آرامش، یعنی تو چقدر باید غرق مثلا توهم باشی که این اندازه بیگانه باشی با جامعه ایران و اون وسط هم باشی خیر سرت و این اندازه بیگانه باشی با جامعه ایران و نبینی، چشتو ببندی و بعد بیای صحبت از آرامشو ما آشوبگر نیستیم و فلان. کدوم آشوبگر؟ این موجود موجودیه که سال 2013 اون 94 اینا که اون نامه هنرمندان رو زده بودیم، این اومد گلفشانی کرده بود این ور اون ور که آقا فلان بسه نفع اصوله شده متصل رسمن و اینها واقعا امیدوارن. یعنی شما نگاه نکن، اینا بسیار امیدوارن که جمهوری اسلامی بمونه، اون بغل هم برای خودش این کسب و کارشو داره دیگه. تا زمانی هم که پیر بشه باید ادای این اونو در بیاره، مثلا کپی دست چندم بهروز بوسیقی مثلا باشه در خنده و رویا. این وضع ماست. یعنی اون بچه هایی که میان میپرسن چرا وضع عوض نمیشه، که حتما عوض خواهد شد، بد و خوبیشو نمیدونیم ولی وضع اینجور نمیمونه.
شوخی نبود که این دستای روز کار دستتون میده. حامد بهداد میگوید حساب مردم و غیر مردم را از هم جدا کنید. آیا از نظر او هر کسی موافق انقلاب باشد مردم و مخالفان جمهوری اسلامی غیر مردم میباشند؟ او اعتراضگران را اغتشاشگر دانسته و خواهان برگزاری اعتراضات قانونی شده است. بله درست شنیده اید. اعتراضات قانونی زیر سایه جمهوری اسلامی ایران. اما در تاریخ 40 ساله جمهوری اسلامی ایران اعتراضات قانونی مردم ایران را به یاد نمی آوریم جز اعتراضات و راهپیمایی برای حمایت از مردم فلسطین و لبنان. آیا حامد بهداد تا به حال در ایران زندگی نکرده است یا بین مردم نبوده است؟ و جالب است بدانید حامد بهداد خود دو ملیتی می باشد. او می گوید مردم ایران هیچ وقت طرفدار اختشاشات نبودند، اما به یاد نمی آورد رئیس جمهور محبوب او هنگام سخنرانی مردم را چه خطاب کرد. این استان آغاز شد، صدای شما مردم، صدای این چند نفر جوان نیست. شما مردم بزرگ، شما مردم مهربان، شما مردم در خط انقلاب هستید. اختلاف و فاصله خواست آمریکاست. نگذاریم خواست آمریکا از حنجره عده‌ای معدود بلند شود. عفو بین الملل یا آمار داده 150 نفر کشته شدن تو ماجرای اخیر. این آمار حد اقلیه. اینا کسانی هستند از بین اون عده‌ای که اومدن بیرون، کسانی که جان به لبشون رسیده. این رسماً دیگه چیزی انگار برای از دست دادن نداشتن جز جانشون. خشونت کردن. ویدیوها داره نشون میده جوان مملکت اومده جلوی موتور خوابیده، جلوی ماشین مامورا خوابیده. تو از سر من رد شد دیگه. این بدن، من دیگه چیزی جز این بدن ندارم دیگه. اون مثال هست که میگه ما چیزی جز زنجیرهایمون برای از دست دادن نداریم. اینه، هیچی نهارم. گذشتمو که ازم گرفتی، آموزش، کتابای آموزشی میدی، کتاب آموزشی درسی، وقتی میان به تو جعلی چیزی رو یاد میدن، یعنی گذشته تو دارن ازت میگیرن. تمام زندگیو کردن اسلام، تاثیرم که خوب نداشت. حال هم که نذاشتید، آینده هم که رو به فروپاشی و ویرانی و تاریکه. بعد اینها بخشی از پایداری اون نظم هستن. جمهوری اسلامی فقط یه مش آخوند و فلان نه، نیست. خیلی احمقانه است ما چنین تصوری بکنیم. این نظم مهندس داره، دکتر داره، سلبریتی داره، بازیگر داره. به همین راحت 4 تا چیزو اینور اونور آتیش زدن. فیلماش هست، خیلی خنده داره با همه بندوبستی که به وجود آوردن. چند تا فیلم بیرون اومده، مامور داره آتیش میزنه. از 88 دیدیم تا 96 دیدیم، الان هم دیدیم. مستقیم خطاب به چنین موجوداتی باید گفت. ببین، تاریخ مثل شما زیاد دیده که دو دو تا چارتایی کردی، دیدی من میام وسط یه چیزی بگم که نه سیخ بسازه نه کباب. حرفای امنیتیه، یعنی امنیتی های جمهوری اسلامی، اصلاح طلب، اصولگرا همینو دارن میگن. علم الهدا هم همینو داره میگه. میگه ما با اعتراض مشکل نداریم، که حالا بعد بهش میگه حیوان.
یه نمونه به من تو نشون میدی؟ یک نمونه از فراهم شدن شرایط اعتراض مسالمت آمیز خیر سرت به من نشون میدی که من بلندشم نعشم و وردارم بیام مسالمت آمیز اعتراض بکنم؟ یه نمونه به من میگی؟ بسیار عصبانی کننده است، بسیار عصبانی کننده است، بسیار عصبانی کننده است. بسیار متاسفم. اینجاست که آدم میگه شرف داره اون کسی که سکوت میکنه. آقا حد بغل سکوت میکنه. این نمک ریختن رو زخم. اصلا من متعجبم. مثلا میخوام ببینم اون پدر مادری که الان جوونش کشته شده و این چیزو میره میخونه، اون چی میگه؟ اون داغون میشه. میگه بازیگر سلبریتی دوزری، گرین کارت آمریکا تو گذاشتی تو جیبت، رفتی تفریح تو کردی، کوکر رو من هی دارم میگم مواد مخدر مصرف کردم مورد نیست، این که تو مواد در مصرف بکنی به یه تز بدی تلخه دردناکه. به همین ترتیب هم میگن، حرفای پا منقلی هم که میگن همینه دیگه. پای منقل میشینن 10 تا انقلاب میکنن، 20 تا خونه میفروشن، 4 تا مغازه معامله میکنن. اینم میره تفریشو میکنه، گرین کارت تو جیب، تر و تمیز میره اینور اونور، بلند میشه میاد برام چیز میکنه. ای ما چقدر تازه باید مراقب باشیم عصبانیت رو کنترل کنیم، چقدر باید مراقب باشیم واقعا. من نمیدونم اگه یه جوونی بیاد بهم بگه آقا من از اثر عصبانیت چنین برخوردی کردم با چنین آدم، من چی بگم؟ من هیچ بهش بگم، منم باید همینه بگم دیگه، مسالمت آمیز باش برخورد کن. چه جوری من بهش بگم؟ بگه آقا کشتن، داداش منو کشتن، الان خبر آوردن برام، یکی از اقوام دور یکی دیگه مثلا بچه ها رو زدن، جوون 18-19 ساله. نظر شما در این مورد چیست؟ نظرات موافق و مخالف خود را با ما در میان بگذارید.